سلام مادر، چه خبر؟ علیکی سلام. خبرها پلو شماست با این دک و پوزی که ساختی بر خودت. نه دک و پوز که چی؟ شنیدم دیگه سلمونی هم نمیری. سلمونی آرایشگاه. با اجازتون دیگه. اگه اجازه منو میخواستی که یه زنگ به من زده بودی. بله میخواستم بگم، ولی خب یعنی میدونین دیگه کار اونجا نیست دیگه، خلوت شده بود دیگه، کسی اصلا نمیاد. منم که روی صندلی میشستم در و دیوار و اینا رو تماشا کردیم، بعد یا استاد رو مثلا، و گفتم که جوونه دیگه مثلا تنها بشینه، خب هزار جور فکر و خیال داره، نمیشه که. بعدم که دیگه اصلا از مهر ماه اوف خیلی گذشته بود دیگه، اصلا بچه مدرسه هم نمیان که ما مثلا موهاشون رو کوتاه کنیم و کچل و اینا. نشد. خب حالا بفهمید چه کاره اید و چه کار دارید میکنید. آرایشگاه رو اندازی کردم مادر. ببینین آرایشگاه سیار لرد دانا، یعنی در واقع سیار به این معنا که خدمتگذاری در محل، همون تو محل موها رو کوتاه میکنیم و این هم آرایشگاه سیار لرد دانا، در خدمتگذاری حاضر هستیم. حالا این که مردونه است، زنونش حالا خود شما دیگه. باریکلا. بله. خب جناب لرد دانا، حالا اوضاع چطوره؟ راضی هستی؟ بله خیلی، اصلا از راضی هم دیگه رفته هم برتر. اوضاع خوب خیلی. اونجا قشنگ به من پول خیلی خوب میدن و انعام به هم میدن، خیلی به من احترام میذارن، خیلی دیگه همه چیز خوبه. اصلا از وقتی که من اونجا رفتم دیگه اون بهرام سابق نیستم، اصلا یه بهرام جدید شدم، آدم شدم. اصلا خیلی دیگه جای خیلی خوبیه. بعد اصلا نگاه کنین کلی من وزن کم کردم مادر، ندیدید؟ اصلا عوض شدم. خب الحمدلله. برادر چیه؟ اونم همراهته؟ اسماعیل که تو بورس. چه خبر؟ بسیار خوب. اگه بنا نداری به مادرت بگی باش نکو، ولی میترسم یه وقتی بگی که دیگه خیلی دیر شده باشه. من همیشه گفتم یه اشتباه تو عمرم کردم، اونم این بود که تو رو سپردم دست اسماعیل، در صورتی که اسماعیل رو باید میسپردم دست تو. به قول دایید بزرگی به سن و سال نیست که، به عقله. که خب تو با وجود اینکه ناقص عقلی، عقلت از اسماعیل بیشتره. عقل من از اسماعیل بیشتره؟ ردخور نداره، شک نکن. باشه اگه نمیخوای بگی خب نکن، ولی حواست بهش باشه. ببینم تا حالا بچه دوم بودی؟ نصف عمر بچه دوم به این میگذره که یه جوری از بچه اول بزنه جلو. نصف باقی موندهشم به این میگذره که بیشتر از بچه اول به چشم بیاد. حالا به اسماعیل که نمیگید من گفتم. مگه اصلا تو چیزی به من گفتی؟ سلام. خیلی خوش آمدید. من مهناز بصیری هستم، دیزاینر طلا و جواهر. بعد نمونه کارامو آوردم که شما ببینید که اگر بله. دوست داشتید. خواهش میکنم. خیلی خوشحال میشم. اما ببینید البته اینا رو اینجوری نباید قضاوت کنید، در واقع باید به جای این سیم مفتولا طلا در نظر بگیرید و به جای این تشتک و شلنگ و دکمه و اینا سنگای قیمتی و جواهر و الماس در نظر بگیرید. ببینید مثلا این یکی، این اسمش هست اندوه آبی، و این یکی اسمش هست قوی زیبای تنها. اینا خیلی خیلی فشن و خیلی دیزاین و چیز هستن، فانتاستیک. نه به سبک اینجا نمیخوره. پس شما خوشتون نیومد؟ معذورم متاسفم خانم. اب نداره، تو این مملکت هیچ کس قدر هنرمندا رو نمیدونه. هنرمندا همیشه باید گرسنه بمونن، شبه هنرمندا سوار بنز بشن.
همین شماهایی که این بازار رو مسموم میکنین. برو کنار خانم ببینم. یکی از دلایل طلاق اسماعیل و مهناز عدم ثبات بود. مهناز خانم هم مثل تعدادی از جوانهای ایرانی دچار عدم ثبات بود. اون هر روز صبح بلند شد و تصمیم میگرفت یه کار جدید رو شروع کنه و هنوز شب نشده بود میفهمید این کار نیست و پرونده اون کار با اولین جواب نهی که میشنید بسته میشه بود. ببینیم چون میشه بگیر بازم این یه تیریه تو تاریک. ببین خانمم، فنجونت میگه که ازدواج کردی ولی شوهرت نه نکردم. خب همون دیگه، منظورم همونه، یعنی این که داری ازدواج میکنی. نه خب آره دیگه، یعنی یه خواستگار سمج داری. اصلا. یکی تو زندگیته؟ نه. یکی رو دوست داری؟ نه. نه اون اگمه، تو که کسی تو زندگی نیست بی خود میکنی پمشه یه فال بگیری. سلام مادر. مهناز در اون لحظه نمیدونست که مادر شوهرش در حال کشف رازیه که سودش تنها به اون میرسه. تازگی از اسماعیل خبر داری؟ نه، چطور مگه؟ نه همینجوری خواستم ببینم در چه حالی چیکار میکنی. کاری نمیکنم، اسماعیل هنوز پیش داییشه؟ نه دیگه، اسماعیل که پلو داییش کار نمیکنه، رفته یه جایی سر کار که از قبلش فقط کت شلوارا شده 4-5 دست. داییش که میگه صبح به صبح الله میرا میکنه و میره سر کار. خب پس وضعش خوبه؟ آره خدا بخواد نونش تو روغنه. حیوانک تو کجای کاری؟ لابد بازم با همون زلنگ و زینگای بدلیت ور میری. بمیرم من. نه منم سرم گرمه، دارم شو میذارم. خب منم از ته دل خوشحالم که اینطوری سر خودتو بالاخره یه جوری گرم کردی. هر آدم تنها و بیکس بهترین کار اینه که سرش گرم باشه. اصلا این روزا همه دختر و بی خودی سر خودشونو شلوغ کردن. شنیدم از هر 4 تایی که میرن دانشگاه 3 تاشون دخترن. واویلا، این میدونی یعنی چی؟ یعنی حتما 2 تاشون بی شوهر میمونن. درست گفتم؟ تا حالا دلت خواسته یه دل سیر گریه کنی؟ مهناز در اون لحظه خیلی دلش میخواست. 4 تا دختر، 4 تا پسر، 1 دانشگاه، 3 تا دانشگاه، بعد یکیشون زن سواد دار میشه، 2 تاشون میمونن، اینا هم که زن بی سواد نمیشن، تا آخر آن بی شوهر موندن. خب میخواستن نرن دانشگاه. چی بود؟ الو. بله مادر جون، محاسباتتون درسته، فقط به شرط این که تعداد پسرها و دخترها برابر باشه. تو حالا دلت خواسته یکی رو از هستی ساقط کنی؟ مهناز در اون لحظه خیلی دلش میخواست. سلام، خوبین؟ به به، چه گل پسری. ببینم خونت رو سوا کردی یا دلت هم از ما سوا کردی؟ حالا دیگه بعد آمارت رو از دوروبر بگیرم؟ چرا، چی شد مگه؟ چی میخواستی بشه؟ نه زنگی، نه احوالی، نه خبری. تازه یا چیز خورت کرده یا از اول بی‌معرفت بودی و ما نمیدونستی. چرا شلوغش میکنی؟ ما چیزی نشده که.
چی شده باز؟ هیچی، فقط عوض شدی بزنم به تخته. ولی خب میگن خیلی از اونایی که سر و وضعشون عوض میشه اخلاقشون هم عوض میشه. کار پیدا کردم. بده؟ برکالله. حالا کجا کار پیدا کردی به سلامتی؟ حسابدار شدم تو راسته فرش فروشا، سر بازار هست وارد میشین همین سمت راستیه. فرش فروشی. بله. همون که بهش میگن بورس و سهام و کارگزاری و از این چیزا دیگه. بهرام درو واکن. سلام، چه خبر؟ بهرام پاشو درو واکن. پیغام ضبط شده است. لطفاً مزاحم نشوید. بهرام در خواب است. آمار منو میدی؟ تو که گذر پوستت بالاخره به دباخونه من میفته. به اون چی کار داری خب؟ جفتتون بچهای منید. وقتی آماری یکیتون رو نداشته باشم مجبورم از اون یکی بگیرم. یوم شما هر چی به من گفتی من گفتم چشم. حالا دلم میخواد اونجوری که دوست دارم زندگی کنم. بالاخره این زندگی من هست یا نیست؟ بله. پس اینو بفرمایید. بناست از این به بعد یه جورای دیگه ای زندگی بکنی. بله. دکتره تو تلویزیون قشنگ میگفت که هر تغییری نشونه یه هشدار. درست گفته. بالا غیرتن راستشو بگو. کراک مراک مصرف میکنی؟ خیلی خب، حالا نمیخواد اونجوری نگام بکنی. فهمیدم. تو اهل اینجور خلافا نیستی. مامان جان باید قول بده این قضیه مثل یه راز بین من شما باقی بمونه ها. کراک؟ مامان کارمو دارم میگم. باید بین من شما مثل یه راز باقی بمونه. میمونه دیگه نه؟ وای. مگه کارت راز بود؟ بهش گفتی؟ خب منم یه مادرم. بالاخره بعد عمری یه چیزی گیرم اومد که باش بتونم سرمو بالا بگیرم. جوابشو بده. بهش گفتی من پولدار شدم؟ خب من فکر اصلا چرا فکر میکنید من پولدار شدم؟ خب هرکی دو دست کچل بار داره لابد پولم داره دیگه. آه از اون بابا دیگه. بر دوباره مهریهشو اجرا بذاره من بدبخت کنم. قصدشو نخور، تو که بیشترشو دادی. بله 15 تاشو دادم. چیز نمونده 1340. شالا بقیهشم میدی مادر. من دیگه یه لحظه تو این خونه نمیمونم. پولدار شدم دیگه. بکنید خرسم. یه مو ازم بکنید غنیمته. آدرس شرکتم داره. آدرس شرکت رو دادی به مهناز؟ نه یعنی آره. خب اگه نمیدادم که اصلا باورش نمیشد. بدبخ شدم. پس اقلا بیا شامتو بخواه گشنه نمونی. اینجور که میگن ما در عصر ارتباطات زندگی میکنیم. جهان کوچک شده و دست آدم ها زود رو میشه. اگه میخوای دووم بیاری و راحت زندگی کنی نباید دروغ بگی، چون دروغا تو این دنیا زود رو میشه. اما التفات بفرمایید، کمی دورتر از اسماعیل و موبایلش که بی وقفه داره زنگ میزنه، جهان داره به سرعت به سمت دیگه میره.
اون شب اسماعیل برای اولین بار تو زندگیش تنها موند و بعد از مدت‌ها یه خواب دید، یه کابوس ترسناک. اسماعیل اون شب خواب دید که داره تو آتیش جهنم می‌سوزه و وقتی سوال می‌کنه چرا، بهش میگن به خاطر دروغایی که گفتی. ببند دهنتو، ببند. نه مسی اون شب انگار نمیخواست به راحتی صبح بشه. بله. سلام منو جون، خوبی؟ سلام، ممنون که حالمو میپرسیم. میدونی که من همیشه فکر دارم. چیکار میکردی؟ دارم یه فنجون شکسته رو تعمیر میکنم. چون فکر میکنم تعمیر کردن و درست کردن چیزی که خدا آدم داره بهتره. نه راست میگی. ببین منو جون، اسماعیل هم عوض شده، اونم درستش میدونم. اون شب مهناز خانم تصمیم گرفت که هر جور شده دوباره اسماعیل رو برگردونه. اون نمیدونست قراره با این تصمیمش چه ضربه محکمی به اسماعیل بزنه. سلام. به به، از این طرف ها. اسماعیل، تصمیم خودم رو گرفتم، میخوام باهاش صحبت کنم. باریکلا، این شد، این شد. تو یهو وقتی تو پشتمی احساس قدرت میکنم، حس میکنم میتونم یه کوه رو تکون بدم. خیلی خوب، آروم باش ساسا، آروم. فقط یه جوری باید رفتار کنی که همین امروز بله رو بگیری برش رو ببری دفتر خودتون ها، ببریش. یعنی کتابت یه اسمس بمید. باشه بباره الان برام بفرست. میخوام شارژ شم بتونم درست صحبت کنم. دادم نایمه. میگن برای شروع هر بازی باید شجاع باشی و برای ادامه دادنش باید دعا کنی که آدم خوششانسی باشی. آی خدای من. میبینی بوی پول با آدم ها چیکار میکنه؟ مستشون کرده. به نظرم حواسمون به بهروز باید باشه. اتفاقا من دنبال اینجور آدم هم، زرنگ و زبونباز و خلاف. از قرارداد این خونه چقدر باقی مونده؟ دو ماه. اگه این آدم با ما بشه نونمون تو روغنه. قبل از دو ماه بار خودمون میبندیم. ما بهرام چیکار کنیم؟ بهرام یه ماره سوخته است، مثل جلال، اصلا نگرانی نداره.
شازده مو قشنگ بالای پله‌ها واساده بود و داشت از اون بالا آدم‌های بیچاره‌ای رو می‌دید که به امید آینده‌ای که اون براشون ساخته بود دور خودشون می‌چرخیدن. شازده نمی‌دونست یکی هم بالاتر از اونه که بهش خیره شده. شازده نمی‌دونست که گذشته‌اش با آروم‌ترین صدا در حال نزدیک شدن بهشه. بفرمایید در خدمتم. اگه کاری از دستم برمیاد ببخشید. اصلا یاد رفت میخواییم بگم آقا جعفر براتون چای بیاره. آقا ساسان، من مدتیه که مادرم فوت کرده. خدا بیامرزتش. خونمون 120 متره، دو تا اتاق داره. آشپزخونش اوپن بود که به خاطر مادرم خدا بیامرز دیوار کشیدیم. میشه اون دیوار رو برداشت دوباره اوپنش کرد؟ بله خب میشه اوپنش کرد. خب به سلامتی. من توی سهام کارگزاری که کار میکنم شریک هستم. آه پس اومد اینجا من سهامو براتون. نه نه نه، منظورم اینه که میتونم خرجی خونه با در بدم. ببخشید. دکتر رو گفتم مرضی خاصی ندارم لیلا خانم. خانواده من مرضی خاصی نداشته. خودم یکم کم حرفم، حرفم نمیاد. بله کاملا پیداست. رفیق بازم نیستم، تنها دوست بابا همین اسماعیله. اسماعیل؟ بله اسماعیل خودمون. ببخشید شما نمیشناسیدش؟ بله من نمیشناسمش. آقا ساسان، من نمیدونم الان شما چرا دارین این چیزا رو الان به من میگی؟ میخوام بیشتر با هم آشنا بشیم. که چی بشه؟ ببخشید شما چه رنگی رو دوست دارید؟ من رنگ مغز پسیه رو دوست دارم. من یاد بستنی میندازه. شما یشمی دوست دارید؟ من قصد ازدواج ندارم. میدونم چرا. خیالتون راحت باشه، من همه چی رو میدونم. خب شما چی میدونین آقا؟ حالا بعدم میگم بهتون. خب چی میدونین به منم بگین. آخه شما چی میدونین آقا ساسان که من خبر ندارم ازش؟ بگین منم مطلع باشم. جرجان پدرتون رو میدونم. پدرم؟ بله پدر من فوت کرده، ولی هرچی که شما راجع به پدر من میدونین کاملا اشتباه. خدا رحمتشون کنه. میخواستم بگم اومدم اینجا بهتون بگم اگه امکان داره خدمت خانواده برسیم یه عرض ادب. آقای محترم، من قصد ازدواج ندارم. چرا لیلا خانم؟ من قصد ازدواج ندارم. آخه چرا؟ شما قصد ازدواج نداری؟ ندارم. ببخشید اون دیوارایی که تو آشپزخونه گفتم میتونیم برش داریم اوپن اینا بشه، اونو میتونیم بر نمیتونیم. اینو نگفتم. اینقدر میخوابه؟ این انرژی و نیروی جوونیه که داره هدر میره. شازده میخوای بیدارش کنم؟ نه بذار بخوابه. از پسش برمیای؟ از پس چی؟ کلن میخوام کارو بسپرم به تو. کلن؟ تنهایی؟ با اون زبون چرب و نرمی که داری خودت دو سه نفری. باید من حالا باید چیکار کنم؟ یه بیزینس مجازیه، هیچی رو باید بفروشی. برای فروختن هیچی باید زبونت خیلی دراز بشه. باید به اونم گفتی این حرفا رو؟ هر کسی ظرفیت شنیدن حرف راست رو نداره. بعضی ها باید تو خواب و خیال باشن. ترامادو نظرم این شازده. حالا دیگه سکان دست منه. از یه لرزه خفیف شروع میشه، ته دلت میلرزه و یهو به خودت میگی یعنی دورانم سر اومده. نفس دونده هایی که دارم بهت میرسن پشت گردنت حس میکنی. اونا دارن از تو جلو میزنن، دو راه بیشتر نداری.
یا عقب بکشی یا تندتر بدویی. بهرام راه دوم رو انتخاب کرد. شد یا گذاشتی رفتی بله رو گرفتی نه آقلا دلت خوشه ها اگه یه اصلای دستش بود اسمایل همونجا منو میکشت چرا؟ همه چی داشت خوب پیش میرفت که من البته تصادفی دیدم نمیدونم اصلا به هر حال هر کسی یه سرنوشتی داره دنیا که با یه جواب به انتها نمیرسه من باید بهت بگم بهم گفت قصد ازدواج نداره اما من نمیدونم این دختره چرا فکر میکنه تا آخر عمرشون شانس ازدواج دارن یه چیزی هست به نام شناسنامه اونو بردارید تاریخ تولدتون رو ببینید خب نمیدونم میخندی؟ باریکل ببین من بعد یه نصیحتی میکنم اینو آویزه گوشت کن باشه همه که دارن نصیحت میکنن تو هم روش ببین بعد پافشاری کنی خب یعنی که اینها نیاد هی پافشاری پافشاری الو الو مشتری داری الو اسماعیل خب بگین بیان تو جالبه که آقا ساسان کلن عمر منو میدونه لیلا خانم فهم کنی کی بهش خبر میده؟ فکر میکنم کی بهش میگه خب برحال جوونی که میخواد ازدواج کنه از هر کی دم دستش باشه آمار میگیره که برحال ازدواج حساب شده ای انجام بده چه جالب اما اگه کسی قصد ازدواج نشته باشه چی؟ باید بگی ندارم به نظرم پس شما که دوست آقا ساسان هستین لطفاً بهش بگید که من قصد ازدواج ندارم چرا؟ چی گفتی؟ پرسید بگم چرا ندارین؟ چون هنوز تصمیم نهاییمو نگرفتم ای بیدار آقای تو را بیا؟ چه ای بیدار خانم شما مختارید هر حال به خودتون رفت داره 30 سالشه 10 میلیون تو من پول داره تو آژانس هم کار میکنه ساسان؟ اسم منم آورد گفت ساسان چون بعید بدونم ساسان 35-6 سالش حداقل من هم کلاسی بودم بس آقای تو رو بیام در ضمن از آقا ساسان هم میتونی کمک بگیری الو 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 اسمایی الو اونجا یعنو نشستم دیگه چی؟ شنیدی چی گفتی؟ ساسان مرگ من تو را خدا امروز اسما تعطیل میشیم پاشو بیا اینجا آخرین تلاشتو بکن نه میترسم بیا یا میترسم بیا یا باشه میام بابا ای خدا میرم اونجا عقرب‌های ساعت در جهت عکس می‌چرخیدند و زندگی کامیار ترابیان بدری در حال تمام شدن بود. اگر خدا بهش یه شانس تازه نمی‌داد. وقتی توی یه قرعه کشی می‌بریم احساس خوش شانسی می‌کنیم در حالی که نمی‌دونیم پیروزی ما مصادفه با شکست عده دیگه‌ای که ازشون خبر نداریم. یه ماه پیش تو پارک ها زندگی میکردم تو پارک میخوابیدم هیچی نداشتم بعد یه روز سر یه نمیدونم اسمشو چی بذارم اتفاق، اقبال، شانس دعای مادر با این مرد مواجه شدم من میگم بعد فهمیدم بین دوتا میتینگش بوده اومده اکسیژن گیری کنه من رو اون نیمکت نشسته بودم داشتم نیازمندی ها میخوندم اوزام خیلی خراب بود اوزام خیلی خراب بود این آدم نشست کنار من یادته؟ با هم حرف زد میگی تو انسان نیستی میگی تو قدرت نداری پس چرا قدرت تو احساس نمی کنی تو اراده کنی دنیا وای میسته مهم اینه که به خودت اعتقاد داشته باشی یادته و هی گفت و گفت و گفت و گفت من دیدم اصلا دارم عوض میشم اوضاع داره عوض میشه از اون روز تا به امروز یک ماه گذشته زندگی من 180 درجه عوض شده 360 درجه چرا چون دارم پول در میارم مثل بنز یادته؟
یادت در مورد بنز چی بهم گفتی؟ خدا من اصلا موی تنم داره سیخ میشه. بهم گفت فکر نکن بنز و بی ام و مال از ما بهترونه، مال تو هم هست، مال تو هم هست. آره تو اسم چیه؟ احمد. آره احمد، مال تو هم هست به شرطی اینکه بخوای دستتو دراز کنی بگیریش. باید بدونی که کی هستی. این مرد زندگیمو، هستیمو مدیون این مردم، این خوشتیپ. بهم گفتی نظرته، یادته؟ گفتم نظرمه. ما کارمون قانونیه ها. نفس کشیدنم قانونی. نفس من منتها ما گاهی اوقات یادمون میره که این یه قانونه. ما نفس میکشیم، چرا؟ چون به اکسیژن احتیاج داریم. شما کی هستید؟ شما چند تا دانشجویید؟ درس خوندید؟ تلاش کردید؟ زجر کشیدید تا رفتید دانشگاه؟ الان دانشجویید؟ مدرک رو بگیرید چی هستید؟ هیچی نیستید، هیچی نیستید. شما هم این منید، این یک ماه پیش من، نه الان من. فرقتون اینه که شما تو کافا پلاسید، ما تو پارکا بودیم. به رویاهاتون هم عمرن نرسید، مگه تو خواب؟ شما هم مثل من احتیاج به کسی دارید که احتیاج به اکسیژن داشت و اتفاقی اومد کنار من نشست. مثلا اتفاقی که و ما اینجا هم کنار شما، ما رو ببینید. ما اتفاقی اومدیم روی میز کنار شما توی کافه نشستیم. پس ما رو ببینید، ما اومدیم به شما کمک کنیم. تجارت تو دنیا عوض شده، تجارت اینترنتی شده، نتورک بیزینس. میخوای پول دارشی؟ میخوای پول دارشی؟ میخوای پول دارشی؟ میخوای تو احمد؟ آره اینجور نمیشه، اینجور نمیشه. باید تلاش کنی، باید زحمت بکشی. میخوای پول دارشی؟ باید بیایی توی شبکه. شبکه؟ این همون گولد کویسته؟ نه نه نه، گولد کویست نیست. نه من میتونم توضیح بدم؟ نمیخورم. من میخوام یه چیزی بگم. ببینین کار ما با گلکوست فرق میکنم. تموم شد. همین میدونم. ما نیستیم. ما نیستیم. که نیستیم. اصلا ما نمیخوام شما باشید. شما لیاقت ندادید. این احمد لیاقت داره. آره احمد یه بریم، من میمونم. بدو من چیزی برای از دست دادن ندارم. همین الان مسئله جمع کرد را افتاد. الان بهترین وقت ضربه نهایی رو بزنی، محکم بعد این ملایم یه نمور احساسات بخرج. کادو گرفتی یا نگرفتی؟ لیلا خانم، لیلا خانم. سلام آقا ساسان. سلام. ببخشید شرمنده، من اصلا متوجه نشدم. خوبین شما؟ من آخه اشکالی نداره، کارتون داشتم. من آخه خیلی دیرم شده، باید خیلی زود خونه باشم، ببخشید. براتون چیز گرفتم. چی؟ ماکروفر. ماکروفر؟ ما که ماکروفر داریم آقا. این یه هدیه است برای شما. من همه فکرامو کردم. به نظر من شما دارین اشتباه میکنی. میدونید فکر میکنم وقتی شما به یکی میگید نه، باید به همه فاکتورهای دیگه هم فکر کنید. شما الان تو سنی نیستید که به راحتی بگید نه. منظورتون رو نمیفهمم آقا ساسا. الان براتون توضیح میدم. از لحاظ آماری هر چقدر سن شما میره بالاتر، تعداد آدمایی که میان خواستگاری شما پایین‌تر میاد، کمتر میشه. این یعنی که شما در آستانه 30 سالگی هستید. یعنی در آغاز یک فصل سردی. پس اگه با یه آدمی مثل من با یه چنین شرایطی میخواید بگید نه، باید به همه چی خوب فکر کنید. ببینید ما دوتا احتمالات خوب میدونیم. من واقعا نمیدونم شما با چه روی دارین این حرفو میزنین آقا ساسان. اصلا به این مسئله از لحاظ ریاضی نگاه نکنید. خب؟ آها خب. این یه معادله ریاضی نیست. دوتا میشه چند تا؟ خب؟ چهار تا. دو سه تا؟ شش تا. حقیقتا ریاضیتون هم که خوبه آقا.
بعد از 30 سالگی یعنی چی؟ چی؟ یعنی اینکه تعداد خواستگارای شما تقلیل پیدا میکنه. چی میشه؟ میشه یک شارو. حرف بدی زدم؟ نه، فقط ازتون میخوام که دیگه ساکت باشین. ببینید من از لحاظ منطق ریاضی صحبت نمیکنم. من دارم از بخش احساسی مغزم استفاده میکنم و حرف میزنم. آقا ساسان، یه چیزی رو یادم رفت بهتون بگم. میدونستین شما عجیب ترین آدمی هستین که من روی زمین دیدم؟ ممنونم. ولی من دارم راجع به قانون احتمالات صحبت میکنم، قانون ریاضی. من آدمی هستم که تمام خواسته های شما رو میتونم برآورده کنم. دو دوتا میشه چهار تا. همین. من ماچوفر گرفتم. خونه رو بزرگ کردم، اون دیواره رو که گفتم مادرم مشکل داشت برداشتم، اوپن کردم. بعد الان دستای شما میبینم اذیت میشه، تو ضرب شستم. من براتون کرم مخصوص میگم که آنتی باکتریال باشه، ویتامین آ داشته باشه. تبریک میگم. آقای ترابیان، آقای ترابیان، وایس آقا. جریان چیه؟ جریان متوجه نمیشم. چرا؟ خیلی خوبم متوجه میشم. ولی لذت میبری که نقش بازی کنی. نه خانم، چه حرف. من امروز نیومدم دفتر شما. چرا؟ به شما چی گفتم؟ حرفای متوجه. چرا این کار رو با من میکنی آقا؟ چی رو میخوای ثابت کنی؟ خانم اصلا به بنده چه ارتباطی داره؟ شما ماشاءالله خودتون دوتا آدم عاقل و بالغ، تصمیم خودتون بگید. شما فکر کنید ایشون دوست بنده نیستن. آقای ترابیا، شما از نظر من هیچی نیستی، فقط پشت اسم پدرت قایم شدی. همین. من اصلا معنی این تلفن‌های مشکوک و این بازی‌ای که در میاری رو نمی‌فهمم. تا که می‌خوای سر این شغل بمونی. چیزی که برام خیلی جالبه، یعنی واقعا پسر آقای دکتر ترابیا اینقدر به این شغل احتیاج داره؟ ببخشید وسط حرفتو میام، خواستم تکلیف من. آقا ساسا، من که با شما صحبت کردم در مورد اون نگرانی هاتون و فصل سخت، با تمام احترامی که براتون قائلم جوابم به شما منفیه. بفرمایید آقا. بعد به اطلاعتون برسونم که بنده به این کار کوچکتری احتیاجی ندارم و اگر میام سر کار فقط و فقط به خاطر فایناشه. واقعا؟ بله. خب اگه اینطوره برای خودتون یه سرگرمی دیگه پیدا کنید آقا، چون از فردا یا جای منه تو این شرکت یا جای شما. اما اگه فراتر از این هاست به منم بگین که دیگه پا تو این شرکت نذارم. بله آقا. در یک لحظه اسماعیل به خودش اومد و دید که چه بلایی سرش اومده، ولی دیگه آب از سرش گذشته. چی شد؟ باشه، من دیگه نمیرم. خوبه. با اجازه. اصلا من نباید تو رو میآوردم تو این بازی. رفتی واسش مایکروفر خریدی؟ تو گفتی برایش یه چیزی بگی خوشحال بشه، من مایکروفر گرفتم. علی داشتش. ای بابا. بذار برسونمه. پیاده میره. مادر ساسان همیشه آرزو داشت یه مایکروفر داشته باشه، ولی هیچ وقت اونقدر پول نداشت که خرج خرید مایکروفر کنه. مایکروفر توی ذهن ساسان به مرور تبدیل شد به وسیله‌ای که میتونست با اون هر زنی رو خوشحال کنه. قصه دو طرف داره، ولی گاهی ما تنها یک طرف اونو میبینیم، طرفی که رو آشکاره، ولی حقیقت همیشه در طرف دیگه پنهان شده و چشما اونو به سختی میبینن.